در بسیاری از آقایون با بالا رفتن سن پروستات دچار مشکل میشه. پروستات غده‌ای هم اندازه گردوه که مایع منی رو میسازه. در واقع در تولید مایع منی دخالت داره. تخم کدو حلوایی یه دانه خوراکیه. میتونید تخم کدو رو به صورت خام یا روغن اون رو مصرف کنید. این ماده سرشار از مواد مغذیه و میتونه به سلامت پروستات کمک کنه. به همین علت تخم کدو حلوایی یه روش خونگی محبوب برای درمان بیماری های مردانه به شمار میاد. سلام، من محمد زارعی هستم، مدرس بیماری های داخلی جراحی. در این ویدیو با کاربردها و مزایای تخم کدو یا روغن اون در درمان پروستات آشنا میشیم. روغن تخم کدو و ترکیبی از این روغن با روغن نخل اره میتونه در کاهش علائم هایپرپلازی خوشقیم پروستات یا بزرگی خوشقیم پروستات مؤثر باشه. محققا دریافتن که مصرف روغن تخم کدو و روغن نخل اره از روش‌های درمانی مؤثر برای بزرگی خوشقیم پروستات به شمار میاد. روغن تخم کدو میتونه مانع از برخی از انواع رشد پروستات بشه. زینک یا روی هم برای عملکرد طبیعی پروستات بسیار ضروریه. در واقع پروستات سالم دارای بالاترین سطح زینک در بدنه. نتایج تحقیقات انجام شده نشون میده که سطح زینک در بافت بدخیم پروستات و همچنین در بافت پروستات مردانی که به بزرگی خوشقیم پروستات مبتلا هستند در مقایسه با یک پروستات سالم پایین تره. نتایج این مطالعات همچنین افزایش دفع زینک از طریق ادرار رو تو این افراد نشون میده. تخم کدو حلوایی سرشار از زینکه. توصیه شده که روزانه نصف یک فنجان تخم کدو مصرف کنید تا زینک مورد نیاز بدنتون تامین بشه. در زمینه ارتباط زینک موجود در تخم کدو روی سلامت پروستات به تحقیقات بیشتری نیازه. خوردن یه مشت تخم کدو چند بار در هفته میتونه زینک لازم برای سلامت بدن رو تامین کنه. دوز مصرفی تخم کدو برای درمان مشکلات پروستات دقیقا مشخص نیست. بعضی پزشکان توصیه میکنن برای حفظ سلامت عمومی بدن روزانه یک مشت تخم کدو مصرف کنید. تخم کدو حلوایی خام یا بوداده رو میتونید از خاربار فروشی یا فروشگاه‌های مواد غذایی طبیعی تهیه کنید. بعضی از برندها این دونه رو به صورت ارگانیک و بدون استفاده از آفتکش و کودهای شیمیایی پرورش میدن. در صورت داشتن کدو حلوایی میتونید با انجام مراحلی که در ادامه میگم تخم کدو رو برای مصرف آماده کنید. تخما رو از داخل کدو خارج کنید، بعدش اونها رو بشورید تا تفاله کدو ازش جدا بشه. تخمها رو به صورت یک لایه روی یک پارچه تمیز پخش کنید. دونه ها رو همونطور بگذارید تا پس از یک روز خشک بشه. اگر نمیخواید تخم کدو رو به صورت خام مصرف کنید میتونید اون رو بپزید. تخم کدو رو به مدت 20 دقیقه داخل فر با دمای 77 درجه بذارید تا بپزه. برای طعم بهترش هم میتونید مقدار کمی روغن زیتون و نمک دریا یا چاشنی مورد نظرتون رو به تخم کدوها بزنید. روغن تخم کدو رو معمولاً از تخم کدوی پوسته شده تهیه میکنن. البته بعضی از برندها پوسته های تخم کدو رو جدا نمیکنن. این روغن رو میتونید به تنهایی مصرف کنید یا روی سالاد بریزید. روغن تخم کدو خیلی زود فاسد میشه و برای افزایش ماندگاری اون باید در محل خنک و تاریک نگهداری بشه. اما آیا خطری هم داره؟ بله، تخم کدو حلوایی سرشار از فیبره. به همین علت مصرف بیش از حد اون ممکنه باعث ایجاد نفخ بشه و خوردن یک باره مقدار زیادی از تخم کدو ممکنه باعث یبوست بشه. اکثر افراد تخم کدو رو به اندازه کافی مصرف میکنن و عوارض جانبی اون رو تجربه نمیکنن. میتونید تخم کدو رو به صورت خام یا بوداده مصرف کنید. میتونید پوسته های این دونه رو هم مصرف کنید. برای تهیه این دانه میتونید به فروشگاه‌های مواد غذایی طبیعی مراجعه کنید. پوسته تخم کدو جویدنیه. ممکنه هنگام جویدن این پوسته ها لبه های اون تیز بشه. اگر هنگام جویدن یا بلعیدن اون احساس خوبی ندارید میتونید از تخم کدویی که پوستش جدا شده استفاده کنید. تخم کدو سرشار از فیبره. هر فنجان تخم کدو تقریبا 12 گرم فیبر داره. اگر میزان زیادی از اون رو مصرف کنید ممکنه به گاز معده و نفخ دچار بشید.
فیبر به افزایش حجم مدفوع کمک میکنه و در بلند مدت مانع از ابتلا به یبوست میشه، اما در صورت مصرف یک باره میزان زیادی تخم کدو ممکنه دچار یبوست بشید. به خاطر داشته باشید که تخم کدو حلوایی کالری و چربی بالایی داره. یه فنجان تخم کدو حاوی 285 کالری و 12 گرم چربیه. در صورتی که به طور منظم تخم کدو مصرف کنید ممکنه منجر به بالا رفتن وزنتون بشه. بسیاری از افراد بر اساس تجربهشون معتقدن که تخم کدو میتونه در درمان پروستات مؤثر باشه. با این وجود برای تایید خواص تخم کدو روی سلامت پروستات به انجام تحقیقات بیشتری نیازه. بریم سراغ سوالات متداول شما در مورد تخم کدو و درمان پروستات. چه دونه‌ای برای پروستات مفیده؟ مصرف تخم کدو حلوایی و روغن اون یکی از روش‌های درمانی محبوب برای درمان بزرگی پروستاته. تخم کدو حلوایی سرشار از مواد مغذیه و به سلامت پروستات کمک فراوانی می‌کنه. آیا تخم کدو میتونه بزرگی پروستات رو برطرف کنه؟ تخم کدو حاوی مواد مغذی بسیاریه و در کاهش بزرگی پروستات مؤثره. تخم کدو حاوی ترکیبی به نام فیتواستروله که به کاهش بزرگی پروستات کمک میکنه. همچنین تخم کدو سرشار از زینکه، به همین خاطر تأثیر زیادی روی سلامت پروستات میذاره. توی مطالعه اومدن به یک سری افراد قرص اومنیک رو دادن و به گروه دیگه اومدن روغن تخم کدو رو دادن. دیدن نتایج در اونهایی که تخم کدو استفاده کرده بودن بهتر بود. برای درمان پروستات چه مدت باید تخم کدو مصرف کرد؟ درمان پروستات با مصرف تخم کدو حدوداً 12 ماه طول میکشه که نسبتاً زمان زیادیه و بهتر از روش‌های دیگه‌ای هم برای درمان مشکلات پروستات خودتون کمک بگیرید. چطور میشه برای درمان بزرگی پروستات از تخم کدو حلوایی کمک گرفت؟ پزشکان برای پیشگیری از بزرگی خوشخیم پروستات مصرف یه مش تخم کدو پوسته شده 3 بار در هفته رو توصیه میکنن. میتونید تخم کدو حلوایی رو از فروشگاه‌های مواد غذایی تهیه کنید. تخم کدو رو بهتره چه زمانی از روز مصرف کرد؟ به طور کلی بهتره تخم کدو رو صبح یا به عنوان میان وعده مصرف کنید. کسانی که با مشکلات خواب درگیرن میتونن درست قبل از خواب یا بعد از شام تخم کدو رو مصرف کنن تا خواب راحت تری داشته باشن. مصرف تخم کدو برای چه کسانی ممنوعه؟ مصرف تخم کدو برای کسانی که فشار خونشون پایینه بی خطر نیست. اگر فشار خونتون پایینه مصرف تخم کدو براتون ممنوعه، چون تخم کدو خاصیت آنتی اکسیدانی داره و فشار خون رو پایین میاره. قبل از شروع مصرف این دونه حتما با پزشکتون مشورت کنید. در صورت مصرف بیش از حد تخم کدو چه اتفاقی میفته؟ خوردن بیش از حد تخم کدو اصلا توصیه نمیشه. در صورت مصرف بیش از حد ممکنه دچار نفخ و باد معده بشید. فیبر موجود در تخم کدو حجم مدفوع رو افزایش میده و در بلند مدت از یبوست جلوگیری میکنه. با این حال با مصرف بیش از حد و یک باره تخم کدو ممکنه دچار یبوست بشید. روزانه چند دانه تخم کدو باید خورد؟ پزشکان توصیه میکنند به عنوان بخشی از یک رژیم غذایی سالم روزانه 1/4 فنجان معادل 30 گرم تخم کدو مصرف کنید. اگر میخوای بدونی قبل و بعد جراحی پروستات چه کارهایی انجام میشه، ویدیوی بعدی رو از دست نده. مرسی که تا پایان این ویدیو همراه من بودید. اگر سوالی داشتید کامنت کنید. مثل همیشه شخصا پاسخ میدم. یا حق.